بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیزان توی جلسه ششم میخوایم بریم سراغ پنجره افکتس و افکت هایی که ما اینجا داریم خلاصه و مفید بهتون بگم عزیزان افکت هایی که ما داریم دقیقا مثل افکت های فیلتر در نرم افزار فتوشاپ هست فیلتر های فتوشاپ مثلا آقا ما میخواستیم که تصویرمون رو بلر کنیم میان اینجا مثلا گاشین بلر رو فعال میکردیم و مثلا بهش بلر میدادیم یا مثلا میومدیم توی هر افکتی که خواستیم اون رو اعمال میکردیم و مثلا کارمون رو پیش میبردیم درسته توی پریمیر ما دقیقا همین چیز رو داریم به عنوان مثال مثلا اگر رنگی که ما توی صحنهمون داریم این رنگ زیادی زرده میخوایم وایت بالانسش رو فیکس بکنیم وایت بالانس یعنی تراز سفیدی به این معنا که بین رنگ گرم رنگهای گرمی که تو تصویر میدید و بین رنگ سرد میخوایم که یک تعادلی برقرار کنیم یا حتی تعادلش رو به هم بریزیم خب ما این کارا رو باید با استفاده از افکت های پریمیر انجام بدیم ایزان و ما تو این جلسه میخوایم با هم های از افکت ها رو با هم داشته باشیم افکت هایی که ما اینجا داریم ایزان ما ویدیو افکت و ویدیو ترانزیشن رو در این جلسه میبینیم و بعد از اون میریم سراغ اودیو افکت اودیو ترانزیشن و لومتری پریستس و خود پریست ها من خلاصه مفید فقط بخوام خدمتتون تو عرض کنم خود پریست ها،, ها در واقع همون افکت هستن همون ویدیو یا اودیو افکت هایی هستن افکت های صدایی هستن که ما اونها رو ذخیره میکنیم و بعدا میتونیم ازشون استفاده کنیم که حالا توی جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم اما توی بخش ویدیو از عزیزان ما پوشه بندی های مختلفی داریم که هر کدوم از این پوشه ها در واقع یک سری کارهای خاصی رو برای ما انجام میدن اما قبل از اینکه بریم سراغ حال خود پوشه بندی من فقط صرفا خدمت رو عرض کنم من فیلم ها رو در این بخش گذاشتم روی حالت در واقع پریویش رو بزرگتر کردم دوبار کلیک کردم روی ویدوها یه سری از ویدوها رو رندوم آوردم توی تایملاین زمانش رو گذاشتم روی دو ثانیه و در واقع ابزار کات چسبوندم به هم کات زدم دیلیت کردم و در نهایت اگر روی این گزینه بک کلیک کنید برمیگردید به همین پوشه و در نهایت اون رو تونید به حالت مینیمایز شده تری پوشهاتون رو ببینید و در نهایت الان تایملاین من به این شکل هست که زمان نهایی 13 ثانیه و 20 فریم هست این رو خواستم خدمتون عرض بکنم بریم سراغ افکت ها ایزان اولین پوشه ایزان پوشه عجاست هست ما توی پوشه عجاست ایزان یک سری از درواقع افکت هایی رو داریم که برای بحث رنگ و نور هست تقریبا میشه گفت برای بحث رنگ و نور و یک سری از افکت های خاص یه در واقع کشکولی این پوشه ای افکت پوشه ادجست خیلی خب پوشه ادجست من میام تایم و مثلا میارم روی این ثانیه و ویدو و افکتم رو روی این ویدو میگیرم و میکشم و رها میکنم افکت من اعمال شد در بخش افکت کنترل عزیزان ما میتونیم افکت هایی که از این بخش اعمال کردیم روی ویدو روی صدامون یا حتی روی حالا لایه های دیگمون لایه ادجست حالا که حالا تو جلسات بعدی خدمتتون عرض میکنم ما در واقع میتونیم در این بخش افکت هامون رو تنظیم بکنیم تنظیمات این افکت ها در بخش افکت کنترل هست اگر هم برای شما دیزیبل افکت کنترل رو اول از این بخش فعال کنید و بعد از اون افکت و اگر هم در واقع اون ورک اسپیس اتون کمی جمع و جوره میتونید در واقع این رو از این بخش باز بکنید از این کنار اون جلسات اولیه که خدمتتون توضیح دادم تا در نهایت همه چی رو مثل ویوی که من دارم مثل چیزی که من ببینم داشته باشید خب اولین اف... افکت اکسترکت از ما میتونیم در واقع تصاویر من رنگ سیاه در بیاریم البته با یه سری دیتیل خاص وقتی من میزنم برای پلی شدن میبینیم که تصویر ما به این شکل در میاد من میزنم برای مجدد برای پلی شدن میبینیم که به این شکل هست خب یه نکته وجود داره بعضی از افکت های ما هستن هایزان وقتی که فعالشون بکنیم این بخش گزینه ستاپی براش وجود داره دقیقا همین تنظیماتی که ما در اینجا داریم و در بخش ستاپ که وقتی روی این قسمت کلیک بکنیم کنار این قسمت ریست کنار این قسمت ریست یه ای هست ما وقتی کلیک بکنیم عزیزان در این بخش دقیقا همین تنظیمات رو ما به صورت ویژوالیتر تر به صورت حالا راحت تر میتونیم در این بخش داشته باشیم و میتونیم در واقع تنظیماتی که همین بخش داریم ما اینجا یه ذره بهش برسیم و در به این شکل هست مون خب شما مثلا میتونید همین بخش کارتون رو انجام بدید اگر هم میخواین که این مقادیر آروم کم و زیاد بشه کنترل رو, رو روی کیبوردتون بگیرید و موستون رو کلیک بکنید و چپ و راست بکنید من موسم کلیک کردم میارم چپ میارم راست وقتی که شما کنترل رو بگیرید این کار آروم انجام می‌ده و اگر شیفت رو انجام بدید خیلی سریعتر این کار انجام میشه مثل خود فتوشاپ و تصویر ما به این شکل در میاد که افکت بسیار بسیار زیبایی هست و این رو هیچ وقت یادتون نره شما میتونید ماسک بکنید افکتاتون رو و از طرفی فدر بدید میتونید ماسکتون رو در واقع کی فریم بهش بدید میتونید ماسک پفش رو فعال بکنید و با استفاده از مثلا همین ابزار موو میتونید بیاین توی ثانیه جلوتر و اون رو مثلا جابجا جا بکنید و وقتی بزنید برای پلی شدن تصویرتون به این شکل میشه کلی کار شما میتونید انجام بدید کلی 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 کار میتونید انجام بدید که ما قبلا ویدیو ضبط کرده بودیم در مورد ماسک که حتما حتما میتونید ببینید که لینکش تو دیسکریپشن هست عزیزان که البته خدمتون توضیح داده بودم ابزار بعدی ابزار بعدی که نه افکت بعدی که در پوش ادجاست افکت لولز هست عزیزان و خب همونطور هم که میبینید ما تایملاینه ما زمان بندی ویدئومون در یوتیوب و آپارات به حالت پوشه بندیه برای اینکه در واقع راحت تر شما بتونید افکتاتون رو سرچ بکنید ما در بخش لولز عزیزان ما دقیقا همین افکت رو ما توی فتوشاپ هم داشتیم وقتی کنترل ال رو ما روی کیبورد رو می‌زنیم لولز فعال میشه و اینجا در واقع میتونیم در چنل های رنگی یا در مثلا خود RGB میتونیم در واقع اینپوت لول و آوت پوت لولمون رو روش کار بکنیم عزیزان که دقیقا ما همین بخش رو به صورت خیلی در واقع با جزئیات تر اینجا ما داریم مثلا من میام بلک اینپوت لولم رو در رو ورودی سیاه رو مثلا میام تنظیم میکنم تاریک ترش میکنم وایت در واقع اینپوت لول همونطور که میبینید ما در این بخش ایزدان میتونیم که رنگ و نور تصویرمون رو کمی بهش برسیم ولی خب این گزینه هاش خیلی زیاده اگر شما بعضی اوقات اوقات حالا به صورت کلی شما ممکنه که این قضیه واسه در واقع پیش بیاد که مجبور بشید از لولز استفاده کنید به خاطر حالا جزئیاتی که در سه تا چنل و همچنین نور گامای تصویرتون وجود داره میتونید از این افکت استفاده بکنید به صورت کلی خیلی جا ممکنه که در واقع به کارتون بیاد اما روی این گزینه ستاب اگر بزنید شما میتونید که مثل خود فتوشاپ در این بخش عزیزان به تنظیمات کارتون برسید مثلا من از این بخش اون رو تاریک تر میکنم کمی بهش میرسم و مثلا کمی رو تاریک تر میکنم روی گزینه اوکی بزنم تنظیمات من اعمال میشه اما خب در این بخش ما جزئیات خیلی خیلی زیادی و در خود RGB در آر رد گرین بلو میتونیم داشته باشیم که خب من اون رو دیلیت میکنم افکت بعدین لایتینگ افکت من وقتی فعالش بکنم از حالت چراغ رو رو روی در واقع تصویر من اعمال میکنه که خیلی جالبه من مثلا این رو روش کلیک میکنم میارمش وسط میارمش پایین با استفاده از دقیقا همین بخشی که دارید شما میتونید کارتون رو تنظیم بکنید دقیقا ما این افکت رو هم توی فتوشاپ داشتیم ازان. ما توی بخش رندر لایتینگ افکت ما دقیقا همین افکت رو از اون توی فتوشاپ داشتیم و وقتی روی گزینه اوکی شما بزنید میتونید که در واقع افکتتون رو حالت چراغ قوه ای که مثلا از کنار افتاده روی یه دونه کاغذ میتونید اعمال بکنید که افکت خیلی قشنگی هم هست افکت خیلی قشنگی حالا مثلا اینجا لایت یک داریم لایت دو داریم میتونیم در واقع تا 5 تا لایت اضافه بکنیم و تنظیمات خیلی خیلی زیاد و باحالی داره که بی‌تاروف خدمتتون عرض کنم از اون باید و باید خودتون در واقع این تنظیمات رو کار بکنید اول آخر از آن این مسئله به شما برمیگرده که اینقدر با این افکت ها بازی بکنید تا ملکه ذهنتون بشه حالا مثلا بامپ داریم که مثلا بامپ لیر من مثلا میام این رو میارم اینجا لایم رو یکی از ویدئوهایی که این کنار بود میارم بالا توی ترک دوم خیلی از افکت ها عزیزان این گزینه رو داره که مثلا میگه آقا میخوای تأثیری که روی این افکت روی این لایه پایینیت بذاری از چه ترکی باشه من اینو روی ترک دو و اونطور که الان میبینید یه حالت یه حالتی اتفاق افتاد الان در واقع برای اینکه این افکت لایتینگ ایجاد بشه اومده با توجه به ویدئوی دوم ویدئوی دوم منظورش این ترک ویدئوی دوم هست که دقیقا همین بالاه مگه جابجاش کنم فرق میکنه من دقیقا گذاشتم بالا و چراغش رو خاموش کردم چراغش رو خاموش کردم چون نمیخوام خود ویدئوی ترک دوم معلوم بشه میخوام ترک دوم رو در واقع ازش استفاده بکنم خب اینو بزنم روی ترک دوم که حالا مثلا گزینهای خیلی مختلفی داره مون الان شاید مثلا این تفاوت ترکی یک دو رو متوجه نشید اما خب فقط خواستم صرفا خدمت رو عرض کنم بعضی از افکت ها هستن که عزیزان شما میتونید که با توجه به ترک های ویدیوتون ترک دو سه چهار یا حتی به بالا شما اینجا مثلا میتونید ترک درست کنید دیگه من مثلا اینجا اد ترک میتونم یه دونه ترک ویدیو یه دونه ترک صدا یه دونه مثلا ساب میکس ترک مثلا درست کنم که خود ساب میکس هم یه نوع ترک جالبیه میتونم درست بکنم الان اینجا 5 ترک به من نشون میده الان من اینجا کلیک میکنم 5 تا ترک چرا چون که من در اصل 5 تا دا ترک دارم خلاصه اومو درس کنم ایزان لایتینگ افکت برای ایجاد افکت چراغ قوه هست ایزان افکت چراغ قوه که شما میتونید که در واقع بهش کی فریم بدید میتونید حالتش رو عوض بکنید میتونید مثلا روی حالت آمنی که در واقع این وسط روشنه و دورش تاریکه دایرکشنال که در واقع یک حالت ولیومتریک یا مثلا بعدداریه و تنظیماتش رو میتونید چپ و راست بکنید عزیزان و همونطور که میبینید تاثیرات خاصی رو روی ویدیو ما اعمال میکنه میتونیم مثلا انگلش رو عوض بکنیم اینتنسیتیش رو میتونیم اون درصد تابشش رو میتونیم بیشتر بکنیم البته دایرکشنال ولیومتریک نیست اون یه نور دیگه بود که با سینما فوردی من اشتباهش گرفتم اینجا انواع اقسام شما تایپ لایت رو دارید لایت تایپ رو دارید انواع اقسام چراغ قوا رو دارید که در نهایت میتونید اونها رو تنظیم بکنید مثلا میجر رادیوسش رو میتونید کم و زیاد بکنید اون بیس خود نورانی بودنش رو میتونید کم و زیاد بکنید و افکت فوق العاده فوق عالی و خوبی هست برای اینکه شما بتونید تاثیر بذارید اما خب الان ببینید این قسمت بالایی تایملاین من قرمز شده از دام. به این معنا که من الان وقتی بزنم روی پلی ممکنه تیکه تیکه پلی بشه ریل تایم نیست اصطلاحا ببینید این قسمت زرد این قسمت قرمز قرمز یعنی اینکه آقا شما بزنید واسه پلی ممکنه تیکه تیکه پلی بشه خب نکته وجود داره اینه که از شما مثلا ممکنه یک همچین افکتی خوشتون بیاد خب به جای اینکه بیاین از مثلا لایتینگ افکت استفاده کنید از این افکت سبک‌تر استفاده بکنید که پروژه‌تون سنگین نشه این مسئله زرنگی شما رو میطلبه و اینکه شما روی افکت‌ها سوار بشید و بدونید باید چی رو کجا استفاده بکنید تنظیمات زیادی داره اگر کمی با اونها کار بکنید حتما حتما تنظیماتش دستتون میاد چون که خیلی ساده و خوب هست این افکت افکت بعدی از آن افکت پرو کمپ هست که البته هرچند چند من الان رو درست نمیگم که در واقع یه ویدیو هم میدیدم داشت جدا جدا میگفت اما خب این افکت از آن وقتی که شما روی ویدیوتون اعمال کنید من این ویدیو رو هم برمیگردم به سر جای اصلیش شما در واقع یه سری تنظیمات پیش فرض خود نورپردازی رو دارید آقا برایتنس روشن کردن تصویر کانترست که در واقع اختلاف بین سفیدی و سیاهی هست هیو تغییر رنگ ها رو ما اینجا داریم عزیزان غلظت اون رنگو داریم این افکت افکت خیلی دم دستی و خوبیه برای اینکه شما در واقع یک تنظیم رنگی روی ویدیوتون داشته باشید مثلا اینجا ببینید الان قرمزهای این بالا خیلی بیروهه مثلا میام ساتوریشنش رو بیشتر میکنم بعد مثلا میتونم که اینجا ماسکش بدم که مثلا فقط و فقط این بخش مثلا برای من در واقع این افکت روش اعمال بشه مثلا اونو میذارم روی اینورت که نه رو همون حالت میذارم و مثلا ماسکش رو میبندم ساتوریشنش رو بیشتر میکنم الان ببینید این بالا روشنه روشن شد در واقع روشن که نه غلظت رنگش خیلی خیلی بیشتر شد افکت خیلی دم دستی و خوبیه دلیتش میکنم اما بخش بعدی از آن بلر اند شارپن ما دقیقا از دان همین بخش هم تو فتوشاپ داشتیم بلر رو اینجا داشتیم و شارپن رو هم در این بخش که الان همش با هم جمع شده با استفاده از این افکت ها از دان شما در واقع میتونید که میزان وضوح تصویر و از طرفی اگر خواستید مات بکنید میتونید با استفاده از این ابزار مات بکنید اولین اونها کمرا بلر که معمولا هم در واقع رنگ اون به رنگ قرمز هست با از کمرا بلر شما میتونید ماتی رو بدید که مثلا دوربین به شما تحویل میده البته هرچند به شما بوکه تحویل نمیده اما اون ماتی که نزدیک به دوربین هست رو در واقع شما میتونید داشته باشید با از کمرا بلر دیلیتش میکنم دایرکشنال بلر فعالش میکنم درصد اون رو در واقع میبرم بالا بلر لنث و دایرکشن همونطور که میبینید تصویر ما به این شکل در میاد دلیتش میکنم میام بعدی گاشین بلر همون فست بلر خودمونه رسما دقیقا دقیقاً، ما... حالا فست بلر یکی از بلرای دیگه است. همین کاشیم بلری که اینجا داشتیم که کلا میذاد همه چی رو مات میکرد دقیقا توی همین بخش هم ما اون رو داریم البته هرچند اینجا میتونیم مثلا هوریزونتالش کنیم ورتیکالش بکنیم اگر شما تیک ریپیت اج رو وردارید همونطور که میبینید دور این لایه ما هم بلر میشه که در خیلی از جاها خوبه مثلا ببینید الان این به این شکل که من مفعولش کنم داخل خود ویدیو رو بلر میکنه بعضی وقت لازمه که شما در واقع این تیک ها رو بردارید بلخص همین اف... در واقع تیکه ریپیت اج پیکسل دیلیتش میکنم میریم افکت بعدی افکت بعدی عزیزان ریجوز انتلوریس فلیکر که با استفاده از این افکت ایزان ما میتونیم که در واقع اون حالت سوسو کردن سوسو زدن ویدئو رو کمی بهش برسیم که البته اینجا ما چون این قضیه رو نداریم خب میبینید که در واقع یک حالت مثل همون دایرکشنال بلر به ما تحویل میده اما خب افکت خوبیه و در سر جای خود شما میتونید استفاده بکنید افکت بعدی شارپنه اگر شما تصویرتون یه تصویری که مثلا فوکسش به هم ریخته بود یه ذره به هم ریخته بود شما میتونید با استفاده از این افکت شارپن میتونید اون رو بهش برسید البته هرچند شارپن که به شما تعریف میده چیز غیر واقعی و بدیه یک سری پلاگین هایی هستن از آن مهم بسیار دقت کنید این نکته رو یک سری پلاگین هایی هستن خب که بعضی از این کارهایی که خود همین افکت های پریمیر انجام میدن و واسه ما انجام میدن خب چه فرقی داره چرا ما باید مثلا اونا رو نصب بکنیم این علت که اونا خیلی حرفه تر انجام میدن اصلا پریمیر فتوشاپ افتر افکت یکی از دلایل پویاییشون اینه که پلاگین های مختلفی واسه میاد که حالا در ادامه من یه سری پلاگین هایی که نصب کردم رو خدمتتون نشون میدم پس شارپن هم شد برای این کار آن شارپ مسک وقتی اون رو فعال بکنیم میتونیم که در واقع شارپنم رو با یک در واقع تنظیمات خاصتری تنظیمات بهتری میتونیم روش کار بکنیم و در واقع تصویرمون رو شارپن کنیم هر چند هر چند همونطور که میبینید یک کوچولو در واقع حالت شارپنش طوریه که رنگو ممکنه به هم بریزه ولی خب شما در واقع میتونید با تنظیماتی که وجود داره میتونید حسابی بهش برسید تا تصویرتون تصویر خیلی خوبی بشه من اون رو دیلیتش میکنم اما گزینه بعدی چنل چنل فقط یه دونه داخلشه که اینورت حسن زان. که اینورت در واقع برای عوض کردن 180 درجه رنگ هاست همونطور که در تصویر ما چرخونه رنگ رو داریم که توی تصویر ملاحظه میکنید خب این چرخانه رنگ در واقع یه سری رنگ های روبروش هست ما وقتی که این افکت اینورت رو فعال بکنیم رنگ ها 180 درجه به رنگ بعدیش به رنگی که مقابلش هست تبدیل میشه که این افکت اینورت هم بعضی جاها به کار میاد و افکت خوبیه کالر کارکشن اصلاح رنگ ما عزیزان فرض کنید که مثلا رنگ ویدئومون به هم ریخته است یا میخوایم که یه افکت رنگی رو به ویدئومون اعمال کنیم خب ما میایم با استفاده از پوشه کالر کارکشن که چیزای فوق العاده مهمی هست میایم این کارو انجام میدیم اولین گزینه ASC CDL من او رو روی ویدیوم اعمال میکنم و از این بخش عزیزان میتونم که چنل های رنگیم رو روش مدیریت ویژه داشته باشم که خب این عددا بر اساس یک هست خب همونطور که بینید یک و به توان اشار زیاد و خب ما میتونیم که در واقع چنل رنگیم رو به تنظیمات مختلفی در بیاریم که بعضا افکت های جالبی هم روی ویدومون میذاره من تا میبینید که مثلا یک سری از جاها رو خراب میکنم به خاطر همین تنظیماتی که همین الان انجام دادیم این ابزار در واقع برای همین کاره منتها من دیلیتش میکنم بخاطر اینکه ابزار بهتری هم داریم ما من میام برایدنس کانترست رو روی فیلمم اعمال میکنم خب برایدنس, که معلومه برای روشنایی یه کار ماست کانترست هم که معلومه برای اختلاف بین روشنی و تاریکی ما هست که خب ما میتونیم در واقع اون رو تنظیم بکنیم وقتی زیادش بکنم تصویر ما یه ذره جوندار میشه بیفورش رو ببینیم بیفورش اینه و افترش این هست حالا مثلا من روی 20 خاموشیش میکنم روشنش میکنم میبینید که تصویر ما تصویر جوندارتری شد خیلی 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 این نکته مهمه که تصویر شما تصویر جونداری باشه بیروح نماشه ببینید از اینها فیلم های خام هستن دست ما ما باید روی اونها ادیت داشته باشیم خب اما افکت بعدی کالر بالانس کالر بالانس هم دقیقا ایزان برای همین بحث تنظیم چنل های رنگی چنل های رنگی در پریمیر برای کار ما فوق العاده فوق العاده فوق العاده مهمه یکی از بخش های مهمی که این کالر بالانس و تنظیم رنگ روی ویدئومون تاثیر داره خدمت رو خدمتتون نشون بدم من کالر بالانس رو روی این ویدیو اعمال میکنم این ویدیو یه ذره مایل به رنگ های گرمه درسته ما میخوایم که عزیزان وایت بالانس اون رو کمی تنظیم بکنیم خب مثلا الان من میام در این بخش کمی بلوی اون رو بیشتر می کنم و الان تصویر من یک حالت بالانسی بینش پیدا کرد. حالا مثلا بلو رو ما میتونیم توی میتون طیف میانی گیرین طیف میانی، رد، طیف میانی اینها همش عزیزان قابل تنظیمه شدو ها اون بخش تاریک ما هستن میتون ها اون بخش میانی در واقع رنگ های ما روشنایی ما رنگ ها رو نگم روشنایی ما و هایلایت ها عزیزان در بخش روشنایی های ما هستن میتون بخش میانی شدو تاریکی و هایلایت بخش روشنایی ها خب من مثلا میتونم که هایلایت بلومم رو کمی بیشتر بکنم حالا شدوه بلو بلوام رو هم کمی بیشتر بکنم و تصویر ما از این حالت به این حالت در اومد خیلی خیلی مهمه که شما با این ابزارها کار بکنید اما ابزار بعدی ابزار لومتری کالره لومتری کالر رو من یک جلسه جداگونه براش در نظر میگیرم به خاطر اینکه ابزار فوق العاده فوق العاده مهمیه و بسیار بسیار کاربردیه این ستا بخشی هم رو که میبینید برای شما فعاله که الان خدمتون عرض میکنم اولین گزینش از زان جی پی هست این که آقا مثلا این افکت هایی که ما داریم مثلا ما توی بخش کالر کارکشن بودیم آیا این افکت ما جی پیو رو ساپورت میکنه اگه ساپورت نکنه چی میشه میشه مثل کالر بالانس من وقتی کالر بالانس رو روی ویدوم اعمال بکنم میبینید که این قسمت بالایی به رنگ قرمز در میاد و اگر خیلی بهش ور برم و تنظیماتشو بهش برسم ممکنه من یه دونه پریویو درست حسابی نداشته باشم به خاطر همین دقت کنید که افکتی که شما دانلود میکنید و یا حتی افکت ها و پلاگین هایی که توی خود پریمیر هستن سعی کنید که از این اکسلریشن ها باشه 32 بیت کالر 32 بیت کالر برای عمق رنگ فوق العاده بالاست که در واقع پیشنهاد میکنم یک سرچی بکنید فیلم های 32 بیتی فیلم های وحشتناک با کیفیتی و وای یو وی که وای یو در واقع همین چیزی که توی تصویر میبینید بلو پروجکشن رد پروجکشن و در نهایت تصویر نهایی ما که خودش در واقع یک مقاله اگر خواستید سرچ بکنید میتونید وای رو سرچ بکنید و در نهایت بزنید چیست تا براتون مقاله هاش رو بیاره چیزای خیلی جالب و خوبی هست در بخش ویدیو افکتس بودیم عزیزان بازش میکنم کالر کارکشن کالر بالانس بودیم که خب دیدیم چی به چی هست لومتری کالر چیز وحشتناک کاربردی که همونطور که عرض کردم یک جلسه مختص خودش رو میطلبه و اما تینت ما عزیزان میتونیم طیف رنگیامون رو عوض بکنیم مثلا مپ بلک تو قسمت های دارک تصویر ما من مثلا این رو میذارم روی آبی روی گزینه اوکی میزنم به این شکل در یا مثلا مپ وایت تو مثلا میام رنگش رو میذارم به این شکل رنگ های روشن کار ما الان به رنگ سبز مایل شد و از این بخش amount تو تینت میتونیم در واقع درصد اون رو تنظیم بکنیم مثل چی میمونه ایزان مثل افکت دو تون میمونه که توی gradient مپ خود فوتوشاپ داشتیم مثلا من میام در این بخش اون رو میذارم روی این حالت همونطور که میبینید تصویر ما به این شکل در میاد دقیقا همین افکت دوتونی که ما داشتیم خب روی خود پریمیرم هست با نام تینت. افکت خیلی خوبی همونطور که میدید مثلا تصویر ما روی تصویر قشنگی کرد یه افکت خاصی روش اعمال کرد افکت بعدی افکت ویدیو لیمیتر هست که ترجمه از اینجا از کنارش رد چون افکت نیست که تاثیرش رو خیلی مستقیما توی کار ببینید با خدای من رد میشم دو تا پلاگین هست از که من اینها رو نصب کردم شما اگر سرچ بکنید که مثلا مثلا دانلود پلاگین مثلا نویزگیری فیلم نویزگیری فیلم پریمیر خب من مثلا وقتی که روش کلیک بکنم اینجا عزیزان ما یک سری پلاگین هایی داریم که میتونیم اینها رو دانلود بکنیم و نصب بکنیمشون البته باید دقت کنید که روی پریمیرتون این جواب بده اگر شما پریمیرتون جدید باشه و این پلاگین قدیمی ممکنه که اون رو توی این پنجره افکت هاتون نبینید به خاطر همین مثل فتوشاپ مثل فتوشاپ شما وقتی میخواین افکت دانلود کنید بعد حواستون باشه که آقا مثلا به اون پلاگین بخوره دیگه به اون ورژنی که شما نصب کردید بخوره دیگه درسته خب این افکت ها رو این پلاگین ها رو شما وقتی که دانلود کنید همش میگن پلاگین دانلود پلاگین فلان دانلود مثلا پلاگین چه میدونم مثلا تنظیم رنگ دانلود پلاگین مثلا سینما... رنگ سینمایی مثلا یه همچین عبارت هایی هفته این عبارت آخریم درست نبود ولی وقتی شما سرچ میکنید یه سری پلاگین براتون میاره دانلود میکنید نصب میکنید و در این بخش شما اون رو خواهید داشت مثلا یکی از چیزایی که خیلی خوبه دیجیتال آنارشیه که پلاگین فوق العاده مثلا این بیوتی باکس شما وقتی فعال بکنید برای نویزگیریه. که میتونی نویزگیری انجام بدید و پلاگین بسیار 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 عالی و خوبی هست که آموزش خودش رو داره هر کدوم از این پلاگین ها که چی کار میکنن پلاگین بعدی پلاگین دیستورت دیستورت برای به هم ریختن پیکسل ها و به قول گفتنی فیلم ها و عکس توی کار ما هست که البته من وقتی میگم فیلم های حالا شامل ادجاستمنت هم میشه شامل یه سری لایه های دیگه هم میشه که حالا در ادامه خدمتون عرض میکنم اولین اونها کورنر پیر عزیزان کورنر پین من وقتی کورنر پین رو فعال بکنم اینجا یه سری در واقع کلیدهایی برای من ظاهر میشه که همونطور که میبینید الان خیلی تاثیر خاصی نشون نمیده چرا ویدئوی من عزیزان این ویدئوی من 5 فایو... 4K هستش ببخشید این ویدئوی من 4K و خیلی زیاده در واقع سایزش من کوچیکترش میکنم خب ترش میکنم تا این در واقع فیت خود کار من بشه منتها میام از یه تصویری که دهش داده که میخوام این چهار تا نقطهشو رو من ببینم این در واقع چهار تا طرفش فیت فیت باشه من کورنر پی رو روش اعمال میکنم کورنر پی رو وقتی من فعال بکنم اینم این قسمت های بالایی فرق کرد اینجا یه سری در واقع کلید هایی وجود داره من وقتی که اینها رو بگیرم و بکشم جابجا کنم بکنم توی صحنه حالا نگم کلید یه سری پوینت های وجود داره که وقتی مثلا من این رو اینها رو بگیرم بکشم در واقع تصویر من حالت دیستورت پیدا میکنه مثل چی میمونه ایزان باری کلا. مثل حالت ترانسفورم فتوشاپ میمونه من میام اینجا یه دونه کنترل تی میزنم و حالت اون مثل اینه که من کلید کنترل رو روی کیبوردم گرفته باشم و روی این بخش ها من کلیک بکنم این حرکت رو شما با استفاده از چی انجام میدید پلاگین کورنر پین که پلاگین بسیار بسیار عالی هست حالا شما مثلا فرض کنید که میتونید در واقع تصویرتون رو مثلا اگر خواستید بندازید روی یه دونه گوشی موبایل بندازید مثلا روی یه دونه مثلا مانیتور میتونید که خیلی ساده و خوب با استفاده از کورنر پیر این کارو انجام بدید که البته دقت کنید شما میتونید اینجا کی فریم هم درست کنید مثلا اگه گوشه کمی چپ و راست شد کمی بالا پایین شد اون مانیتورتون میتونید که اینجا کی فریم درست کنید و اونها رو فیت فیت در بیارید پلاگین خیلی عالی و خوبی هست لنز دیستریشن برای به هم ریختن لنز کار ماست من وقتی این رو زیاد بکنم ما با حالت فیش آی در میاد چشم ماهی شاید باورتون نشه ولی ماهی ما رو اینطوری میبینه و در واقع ما توی پریمیر هم میتونیم که این افکت رو روی تصویرمون اعمال بکنیم که اینجا مقادیر خودشو داره که در واقع میتونیم اونها رو کم و زیاد بکنیم که البته هرچند این افکت رو شما میدونید بعد روی کجا اعمال بکنید ازون روی در واقع تصاویر ساختمان روی تصاویر ساختمون یا مثلا در واقع لند اسکیپ تصویر منظره اگر اعمال بکنید افکت خیلی خوشگلیه افکت خیلی خوشگلیه و تاثیرات زیبایی رو روی کار ما میذاره مثلا ببینید وقتی من بزنم برای پلی شدن این به این شکل در میاد افکت خیلی قشنگ لنز دیستریشن برای شکستن لنز اون ویوی لنز ما مگنیفای ایزان مگنیفای در واقع حالت ذره بینه ذره ما عزیزان وقتی روی گزینه سنتر هم کلیک بکنم در واقع میتونم اون رو چپ و بالا پایین بکنم و میتونم از این قسمت مگنیفیکیشن میتونم در واقع درصد ریزبینیشو در واقع تنظیم بکنم سایز سایزشو بزرگتر میکنم لینک آقا مثلا چه میدونم مثلا توی سایز تو مگنیفیکیشن باشه مگنیفیکیشن باشه تنظیمات مختلف فدر مثلا کمی به اون فدر بدم فدر که در واقع همونطور که خاطر هست تو فتوشاپ ما داشتیم تو همین بخش مسکا هم بهش رسیدیم رو داریم خیلی افکت جالبیه خیلی افکت جالبیه و در نهایت شما میتونید که حالت ذره بین رو توی کار خودتون داشته باشید که مثلا مثلا حالت سیرکلش رو میتونید مثلا روی اسکوئر روی در واقع حالت چند یا همون مربع خودمون میرور آینه عزیزان آینه من میام از این بخش درجهش رو میزنم روی 90 و رفلکشن سنترش رو در واقع جابجا جا میکنم الان تصویر من عزیزان یک حالت در واقع آینه ای به خودش گرفتم مثلا روی 90 و اینجا الان تاثیرش رو با هم میبینیم وقتی بزنم برای پلی شدن این به این شکل در میاد افکت جالبیه انصافا افکت جالبیه و در سر جای خودش میتونه خیلی قشنگ و خوب باشه حالا شما انگلش هم در واقع میتونه از این بخش تنظیم بکنید که آقا مثلا این کجا باشه مثلا میذارم روی 180 و از طرفی مثلا اون رو جابجا جا میکنم الان این از وسط دیگه در واقع داره جابجا جا میشه 1920 در ده من میذارم این روی ده وقتی بزنم برای پله شدن این به این شکل در میاد البته ده که نه میذارمش همین کنار دوباره میذارم برای پله شدن و به این شکل این در میاد خیلی خب این افکت رو هم دیلیت میکنم دقت کنید عزیزان شما باید وقتی که افکت رو اعمال میکنید خب حتما حتما اون خط کشی تایم لاینتون روی خود اون افکت بشه تا ببینید تاثیرش رو این رو هیچ وقت فراموش نکنید افکت بعدی آفست عزیزان آفست رو شما در واقع وقتی که فعال بکنید میتونید در واقع به صورت آن لیمیت میتونید در واقع کپیای داشته باشید که چسبیده باشه و میتونید اونها رو جابجا کنید خیلی آشنا نیست براتون مثل پترن فتوشاپ عزیزان مثل پترن فتوشاپ پترن چطوری ما آن لیمیت میتونستیم چپ و راست بکنیم و بالا پایین بکنیم با استفاده از افکت آفست هم در واقع میتونیم این کار رو انجام بدیم اما افکت بعدی از آن که افکت بسیار بسیار دوست داشتنی که البته جاهای خیلی خاصی به کارتون میاد افکت رولینگ شاتر ریپیر هست اگر شاتر دوربین شما پایین باشه و حرکت های سریعی داشته باشید ممکنه که بعد تصویرتون به هم بریزه وقتی روی ویدیوتون اعمال بکنید میتونید که با از تنظیماتی که داره اون رو فیکس بکنید مثلا حرکت شما از چه طرف هست راست به چپ هست بالا به پایین هست چپ به راست هست میتونید از این بخش انتخاب بکنید تنظیمات ادونس داره حالتش بزنیم مثلا روی پیکسل موشن روی وارپ روی حالت های مختلف تا در نهایت اون حالت بدی که روی ویدیوتون اعمال میشه رو میتونید با استفاده از رولینگ شاتر ریپیر میتونید اون رو فیکس بکنید از وقتی که روی ویدوم اعمال بکنم یک حالت برآمدگی روی تصویر من میده ایزان یک حالت برآمدگی مثلا شما دیدید قاعدتا مثلا این فیلم های یوتیوبر ها که مثلا چشم و قلمبه میکنه اینا یکی از افکتاش در واقع همین اسفرایز هست که افکت خیلی جالب و باحالیه و خب البته یادتون نره که میتونید ماسک بکنید فدر بدید و کارهای مختلف من اینو عمدی دارم یادآوری میکنم بخاطر اینکه خیلی مهمه دیلتش میکنم ترانسفورم این افکت برای این هست عزیزان که شما یک بخش موشن بخش موشن که خاطرتون هست برای جابجا کردن لایمون بود برای حرکت های لایمون بود من همه اینا رو میبندم یک حالت جدیدی اضافه میکنه یک حالت جدیدی اضافه میکنه با این سری تفاوتهایی که اصل خودش اصل استفاده از این افکت ترانسفورم برای زمانی هست که شما در واقع اون رو, رو روی ادجاستمنت اعمال کنید دقیقا این تنظیماتی که ما اینجا داریم رو اون توی بخش موشن داریم اما خب اینجا از داره تکمیلی تره مثلا اسکیو ما داریم که در واقع توی خود فوتوشاپ هم بود یا مثلا روتیشن رو که همینجا هم داشتیم یا مثلا شاتر انگل اون زاویه شاتر ما که حالا من اینا رو ریستش میکنم اینجا از ما تو بخش ترانسفورم همونطور که عرض کردم یک سری از گذینه های همین بخش موشن رو داریم به علاوه یک سری از بخش های دیگه که دقیقا میشه گفت مثل همون حالت ترانسفورم خود فوتوشاپ هست که دقیقا اسمش روشی شما وقتی کنترل تی رو, رو روی کیبوردتون بزنید و لایتون قفلش برداشته بشه کنترل تی حالت ترانسفورم شما منتقل میشید و دقیقا ما همین افکت رو در این بخش داریم دیلتش میکنم افکت بعدی توربولنت دیسپلیس با استفاده از این افکت توربولنت دیسپلیس از آن ما میتونیم که به صحنهمون اعوجاج ایجاد کنیم اعوجاج بدیم بزنم روی پلی شدن تصویر ما اعوجاج داره اماونتش رو وقتی زیاد بکنیم اون قدرت اعوجاجشه سایز زیادترش بکنم سایز اعوجاجمون همونطور که میبینید دیگه به این شکل در میاد آفست در واقع همین بخشی که اینجا هست و مثلا ما میتونیم که بهش کی فریم بدیم و در واقع اون نقطه وجودی اعوجاجمون رو میتونیم در واقع تغییر بدیم حالا خیلی دیگه بحث فلسفی شد کامپلکسیتی همطور که ببینید تصویر ما رو به این شکل در میاره خیلی سریعتر پلی میشه من یه حرکت اینجا میزنم آی رو روی کیبورد میزنم اینجا میام این آخر او رو میزنم این بخش ریپیت رو هم فعال میکنم اینجا رو الان فاکتور بگیرید اما خب دیدنش خالی از لود نیست گزینش دقیقا همین بخش بود ریپیت وقتی من بزنم برای پلی شدن این از این بخش میره و دوباره از اول میاد اینجا پلی میشه جمع هم میکنم اس رو روی کیبورد میزنم و این من اینو توضیح میدم خدمتتون اصلا نگران نباشید خب اِوولوشن ایزون در واقع اون حجم ایجاد اِوجاج مونه دقیقاً مثل حالت آب مانند میمونه وقتی اِوولوشن رو وقتی تغییر بدم مثلا براش کی فریم درست میکنم یه دونه کی فریم اینجا درست میکنم میام اینجا عددش رو مثلا میذارم روی دو و در واقع دو که بعد بذارم روی مثلا 500 بذارم این میشه یک و مثلا یک برابر و 140 یک یک 360 درجه به علاوه 140 بزنم برای پله شدن تصویر ما یک همچی حالتی ایجاد میشه براش دیگه اون در واقع ایوجاجمون ثابت نمیمونه با استفاده از بخش اولوشن خب پین آل حالا این اولوشن ما آیا در همه طرف باشه؟ آیا مثلا من این رو اگر بذارم پین لفت همونطور که میبینید الان سمت چپ ما الان فیت شده خب و سمت راست ما میبینید که این ایوجاج ها داره ایجاد میشه مثلا من نمیزم روی پیل آل حالا مثلا کیفیتش به چه شکل باشه و گذینه های دیگرش. من این رو دیلیتش میکنم افکت بعدی تورل ما وقتی روی ویدوم اعمال کنم اون رو هم یک حالت ایوجاجی میده منتها در مرکز و از طرفی یک حالت گردباد مانند حالت گردباد مانند و مثلا اگر رادیوسش رو بیشتر بکنم میبینید که در واقع این به این شکل در میاد حالا مثلا این حتما باید وسط باشه نه وقتی شما افکت رو فعال بکنید اون افکت هایی که در واقع یه همچین حالتی دارن حتما حتما یه نقطه وسطی دارن برای اینکه بتونید اونها رو جابجا جا بکنید توی صحنه و در نهایت میتونید اون واسه اونها هم در واقع کی فریم تعیین کنید تورل سنتر و به این شکل در میاد اون رو دیلیتش میکنم وارپ استابلایزر شما اگر ویدئویی داشته باشید که لرزش داشته باشه ایزان لرزش گیری رو ما با استفاده از وارپ استابلایزر رو انجام میدیم ببینم کدوم از این ها لرزش داره مثلا این زمانش رو هم بیشتر میکنم وارپ استابلایزر رو روش اعمال میکنم قبل از اون با هم یه دور بزنیم ویدیو پلی بشه ببینیم به چه شکله من اینجا رام کلیر این اوت میکنم برای پلی شدن تصویر ما یک لرزشی داره عزیزان درسته من وقتی این رو روی ویدیو اعمال بکنم با توجه به زمان فیلم سایز خود فیلم و از طرفی سیستم شما میاد و عملیات لرزشگیری رو انجام میده لرزشگیری فیلم خب تموم شد الان برای من وقتی که این گزینه الان رو وقت بزنم برای پلشان دیگه تصویر ما نمی لرزه منتها این قضیه نکات مهم خاص خودش رو داره نکات مهم خاص خودش رو داره که ما قبلا ویدیو ضبط کرده بودیم که میتونید اون ویدیو رو ملاحظه بکنید تا کامل خوب با این ابزار وارپ استابلایزر آشنا بشید تنظیمات خاصی داره که من ترجمه میدم اینجا ازش رد شم و شما رو رفرنس بدم به اون ویدیو ویو وارپ وقتی فعالش بگم یک حالت اعوجاج به ما میده دیگه یک اعوجاج خیلی قشنگ که خب مثلا ما میتونیم در واقع حالات پرچم رو هم توی پریمیر درست بکنیم من این رو مثلا میارم اینجا خب سای... میبینید که الان زمانش کوچیک شد دیگه درسته این سایزش کوچیکتر شد اوجاجش رو بیشتر میکنم و از طرفی این رو میذارم روی آل اج که نه روی نان باید باشه و الان که میبینید این به این شکله شما در نهایت میتونید که یک پرچم خیلی خوبی رو داشته باشید که البته بزن برای پلی شدن. به این شکل هست که خیلی عالی و خوب میتونه باشه وار وارپ که توی افتر افکت هم افکت خیلی عالیه که دقیقا واسه همین کار استفاده میشه خب دیستورت بودیم بریم سراغ جنریت با استفاده از جنریت از شما باز هم تنظیمات رنگ دارید این بار حالا جنریت کردن رنگ این بار حالا جنریت کردن یک سری از اتفاقات فور گرادینت چهار تا رنگ به شما تحویل میده که گرادینت از آن. گرادینت رو خاطرتون هست دیگه رو اینجا در واقع میتونید با استفاده از پوینت میتونید که در واقع اون پوینت رو تغییر بدید میتونید رنگ ها رو تغییر بدید بلند باشن مثلا به هم خیلی دیگه آمیخته باشن وقتی دیگه به هم خیلی آمیخته بشن میبینید که از رنگ رو میفته ولی خب آروم به هم دیگه فید میشن جیتر کمش بکنم اگر نویز تو تصویر داشته باشه نویزشو رو خیلی بیشتر نشون میده وقتی زیادترش بکنم اون نویزی که به خاطر این گرادینت ها هست برطرف میشه اوپاسیتی ایزان خود فیلم و خود این افکت در واقع که روی فیلم ما هست کمتر میشه بلند مود همین افکتی که ما اینجا داریم رو ما الان روی یه دونه ویدیو اعمال کردیم دیگه درسته ما اگر تاثیر این افکت رو بیایم در بخش بلندینگ مود اون مثلا بزنم روی اورلی الان خود این افکت تاثیرش حالت اوورلی هست روی ویدیو ما من همونطور که عرض کردم خیلی از این چیزها رو ازش رد میشم و اسکیپ میکنم از اسکیپ میکنم عزیزان به خاطر اینکه ما در این بخش فتوشاپ قبلا ما توضیح دادیم که مثلا بلند مودها چی هستن و در کجا به کار ما میاد تاثیر لایه بالایی رو در لایه پایینی به طریقای خاصی عوض میکنه و خب اینجا هم از آن ما میتونیم که در واقع اوورلی های مختلفی رو برای اعمال این افکت روی همون لایه داشته باشیم مثلا روی مثلا هارد لایت به این شکل در میاد بینید چقدر خوشگل شده انصافا حالا شما فرض کنید که مثلا میتونید که و هر کدوم از اینا مثلا کی فریم بدید مثلا من میخوام رنگ این. این الان که زرده بره جلوتر مثلا به رنگ مثلا چه میدونم قرمز در بیاد الان اینجا شما رنگ رو هم دارید ببینید رنگ اینجا آروم تبدیل میشه به رنگ قرمز خیلی خیلی افکت خوبیه لنز فلر ایزان لنز فلر یک افکت بسیار بسیار عالی هست لنز فلر چیه وقتی که شما با لنز دوربین با لنز گوشی هم نه خب وقتی که شما نگاه بکنید به یک منبع نوری لنز فلر برای شما ایجاد میشه این لنز فلر عزیزان چیز خیلی خیلی زیبایی هست و فوق العاده مهمه فوق العاده مهمه و افکت وحشتناک عالیه و علتش هم این هست عزیزان اون نوری که میتابه به لنز با توجه به زاویه تابشش و نوع خود لنز چون ما انواع اقسام لنزهای مختلف برای دوربین وجود داره و داریم با توجه به خود لنز زاویه تابش و نکات مختلف برای شما لنز فلر ایجاد میشه عزیزان لنز فلر که همونطور که روی تصویر میبینید یک همچین حالتی هست لنز فلر وقتی که این افکت رو روی ویدیوتون اعمال کردید مثلا من میام میذارم روی 35 پرایم این خودش یک نوع لنز دیگه است یا مثلا 105 میلی متر پرایم 105 میلی متر پرایم که همون در واقع ثابت هست اینها عزیزان حالت بسیار بسیار زیبایی هست که شما میتونید توی کارتون استفاده بکنید مونتا لنز فلر پریمیر و فتوشاپ شوخیه شوخیه شما میتونید از پلاگین چی استفاده کنید پلاگین اپتیکال فلر عزیزان پلاگین اپتیکال فلر یه پلاگین بسیار بسیار عالی هست که شما در واقع میتونید برای پریمیرتون نصب کنید تا افکت چی داشته باشید افکت لنز فلر رو داشته باشید فکر کنم برای پریمیرشم بود اگه اشتباه نکنم آلردی که برای افتر افکتش هست منتها برای پریمیرش هم فکر کنم بودش نه این فقط برای افتر افکته هیچی بیخیالش بشی منتها ما این الان سرچ میکنیم دانلودم. ببینم چیز جدیدی اصلا اومده یا نه دانلود پلاگین لنز فلر پریمیر بریم چی میاره آیا چیز جدیدی هست یا نه اینجا مثلا قالب پریمیر هست قالب موگراف پریمیر هست که مثلا شما میتونید از در واقع یک سری فایل های آماده هست که حالا در جلوتر در ادامه جلسات خدمتون عرض میکنم شما در واقع میتونید که از اونها استفاده بکنید و ویدیوتون رو در واقع یک سری افکت های خاص یک سری المان های خاص به ویدیوتون ایجاد بکنید و اضافه بکنید خب کاری نداریم لنز رو متوجه شدیم چیه لایتینگ از آن لایتینگ رو داریم که حالت رعد و برق هست افکت خیلی باحالیه که توی پریمیر هم هست شما در واقع میتونید که رعد و برق روی ویدیوتون ایجاد بکنید که البته هیچ وقت پیشنهاد نمیدم یا همچین کاری بکنید مگر اینکه مثلا بتونید خیلی حرفه‌ای با تنظیماتش کار بکنید و از طرفی کی فریم درست بکنید و اون مبحث کی فریم آشنا بشید من همیشه خودم پیشنهادم هم استفاده از در واقع اورلی های ویدئویی که حالا جلوتر خدمتون ارز میکنم تو اون جلسات آخر که برای بحث ساخت ویدو هست افکت رمپ رمپ یه گرادیانت ساده به شما تحویل میده ایزان یه گرادیانت ساده که شما میتونید از این بخش در واقع اون رو هم تنظیم بکنید مثلا استارت کالرش اند کالرش و مثلا حالتش مثلا ریدیال باشه حالت در واقع دایره ای باشه من ویو رو میذارم روی 10 درصد و مثلا اون رو میارمش اینجا روی فیت هم مجدد میذارم و حالا مثلا میتونیم که رمپ اسکترش رو مثلا اسکچرش رو بیشتر بکنیم که یک سری نویز ایجاد میکنه بلند ویف اورجینال داریم که مثلا با تصویر ما مثلا بلر بشه، بلند بشه و تلفیق بشه و یه افکت خیلی ساده ایه که در واقع شما اون رو میبینید پوشه بعدی پوشه ایمیج کنترل هست ایزان خب ما بخش جنرال تو تموم کردیم دیگه درسته ایمیج کنترل ما حالا اینجا میتونیم که کنترل بیشتری روی فیلم روی عکس خودمون داشته باشیم بلک اند وایت اولیشه. سیاه و سفید اعمالش میکنم بدون هیچ تنظیمات خاصی سیاه و سفید ولی ما اینجا ماسک داریم ایزان مثلا میتونیم یک بخشش رو سیاه و سفید بکنیم فیلممون رو و انصافا هم خیلی خوشگل عذاب در میاد اگه بتونید که قشنگ روش کار بکنید من یه ذره از این بخش فدر میدم میذارم برای پلی این بخش سیاهه این بخش سفید که البته خودش رو خیلی نشون نمیده من این رو میارمش اینجا زمره پلی شدن این بخش سیاه سفیده و این بخش هم رنگی این از بلک اند وایت افکت برای از آن افکت کالر پاس هست کالر پاس در واقع کاری میکنه که شما یک رنگی رو انتخاب بکنید مثلا من روی کالر پیکرش کلیک میکنم و میام این رنگ رو انتخاب میکنم این رنگ رو برای من توی تصویر میذاره ایزان و وقتی من سیمیلاریتیش رو بیشتر بکنم میتونم که در واقع سایر بخش هایی که توی تصویرم هست رو اون رنگ رو ببینم و از طرفی همه جا سیاه سفید و اون رنگی که من انتخاب کردم توی صحنه باقی میمونه افکت خیلی خوبیه منتها ما لیف کالر رو داریم افکت های بهتری رو داریم که جایگزین این کالر پس میتونه باشه پس این هم از تاثیر این افکت کالر ریپلیس رو داریم اون تغییر یک رنگ به رنگ دیگه مثلا چطور من میام با استفاده از کالر پیکر اولی تارگت کالر رنگ هدف ما رنگ هدف ما مثلا این رنگ زرده ریپلیس کالرش کجا باشه میخوای به چه رنگی تغییرش بدی مثلا من میام میخوام به رنگ نارنج مثلا آبی مثلا در بیاد مثلا یه آبی روشن روی گزینه اوکی من کلیک میکنم الان رنگی که توی صحنه من هست رو این وقت انتخاب کردم تبدیلش کرد به این رنگ سیمیلاریتیش رو بیشتر بکنید میبینید که در واقع این به این شکل در میاد حالا مثلا من میتونم روی کالر یه دونه رنگ خاص یا مثلا طیف این رنگ رو تبدیل بکن به این رنگ این به این شکل در میاد با از افکت کالر ریپلیس گاما کارکشن برای اصلاح گامای تصویر هست گاما, گاما در واقع اون میزان تبدیل شدن پیکسل های خاموش مانیتور هست به پیکسل های روشن که برای بحث برایدنس ما هست ولی خب شما بتونید در واقع اینجا تصحیح گاما داشته باشید که مثلا من اگر حالا درصدش رو ببرم بالاتر ببینید که تصویر من یک تصویر یا رنگا جوندارتره تاریکی یا تاریکتره روشن یا ها روشنتره خیلی افکت باحالی هست اما از اون پوشه بعدی پوشه ایمرسیو ویدیو هست که ایمرسیو ویدیو برای تدوین فیلم های هست از فیلم های حالا من فعالش بکنم چه اتفاقی میفته آیا مثلا نمیتونم استفاده کنم چرا میتونید در واقع استفاده بفرمایید مون تا نکته که وجود داره اینه که تاثیرش خب متفاوته مثلا الان میبینید که چهار تا بخش این وره دو تا بخش اینور یا مثلا دینویزش کمی متفاوته یا مثلا چه میدونم مثلا فرکتال نویزش رو مثلا براتون اعمال کنم که حالت فیلم های ویار رو داره فرکتال نویز افکت فوق العاده عالی و خوب و باحالیه که توی, توی افتر افکت وحشتناک زیاد استفاده میشه افکت های مختلفش گلو روشنایی کار ما افکت هایی که ما میتونیم استفاده بکنیم خب اما نکته که وجود داره اینه که اصل افکت برای زمانی که شما بخواین این افکت رو مثلا توی ویار استفاده کنید که وی آر شما مثلا دستتون خیلی بسته است برای استفاده از بعضی از افکت ها اونم به دلایل خاصی که خود ادیت فیلم وی آر داره پس این هم از امرسی ویدو و اما از آن پوشه بعدی پوشه بسیار بسیار مهمی هست به اسم پوشه کینگ در پوشه کینگ شما وقتی زیر مجموعه شو باز کنید همه این زیر مجموعه زیر مجموعه فوق مهم و عالی هست برای بحث کروماکی از آن کروماکی و حذف رنگ یا یک رنگ خاص توی نرم افزاره. پریمیر اولین اونها آلفا اجاست این آلفا اجاست در واقع برای زمانی هست که شما تصویرتون آلفا بشه تصویر آلفا چیه آلفا یعنی چی همون عکسای پی بود که ما توی فتوشاپ داشتیم که ترانسپرنت بود اگر شما فیلم پی داشته باشید خب اون میشه آلفا اون لایه خالی بهش میگن اون لایه خالیشو بهش میگن آلفا که خب حالا آیا فرمتش پی نه فرمتش مووه توی عکس ما PNG داریم توی فیلم فرمت مو و AVI داریم که AVI وحشتناک انکودرش سنگینه که ما از همون فرمت دات موو استفاده میکنیم اینجا اگر شما یک در واقع لایه آلفا داشته باشید در واقع میتونید اونها رو مدیریت بکنید که مثلا ایگنور باشه مثلا اینورت آلفا باشه یا مثلا گزینه‌های دیگه که خیلی مهمه استفاده از این اجاس آلفا کالر کی حذف یک طیف رنگ خاص مثلا من میخوام رنگ قرمز اینجا حذف بشه خب انتخابش کردم تولرنسش رو بیشتر میکنم و از بخش سین اون قطرش رو هم میتونم بیشتر کنم و فدر میتونم مثلا کمی به اون فدر بدم خب الان چرا مشکی شد مگر اگر ویدوم رو بذارم روی ترک دوم و مثلا بیام از این بخش از بخش در واقع نیو آیتممون یه دونه کالر مت. اوکی مثلا میذارمش رنگ سفید اوکی و اون رو میارم توی ویدئوها که البته این اومد توی این بخش من این رو میگیرم میکشمش اینجا تا این بیاد این بیرون این بیاد این بیرون خب میخوام خب این بالا باشه خیلی خب مثلا من اگر این بخشی کالر کیو بیام ریستش بکنم خب این گزینش رو هم غیرفعال کرده بودم خود چشمش رو میام مثلا این افکت رو اعمال کردم میام از این بخش مثلا طیف رنگ قرمز رو مثلا انتخاب میکنم تولرنسش رو بیشتر میکنم و کمی به اون فدر میدم همونطور که ببینید الان اون رنگ قرمز حذف شد و خیلی هم عالی و خوب شد که البته هرچند افکت زیاد وجود داره برای این بخش برای بحث حذف رنگ تکنیک های مختلفی وجود داره که واقعا احتیاج به تجربه شما و کار شما رو میطلبه برای اینکه در واقع بتونید کار حرفه ای انجام بدید لوماکی از لوماکی با استفاده از لوماکی از دان شما در واقع میتونید که یا روشنایی ها رو حذف کنید طیف وایت یا طیف بلک سایه ها رو حذف بکنید که ما قبلا لوماکی در یک ویدئویی ما توضیح داده بودیم یک ویدئوی بسیار بسیار عالی که برای حذف آسمان سفید خوب و جایگزین اون با یه دونه آسمان خوب که لینکش توی دیسکریپشن هست مون با استفاده از این افکت ها شما مثلا میتونید یکی از کارهای خوبی که انجام بدید اینه این که اگر شما فیلمتون در روز ضبط شده میخواین آسمونش رو حذف بکنید بزنید با همین لوماکی اون رو حذف بکنید و در نهایت یه آسمون میذارید زیر لایتون و آسمون شما فیکس خوب میشه من لوماکی دیلیت میکنم لوماکی رو ترک کی من وقتی فعالش بکنم از زان ما اینجا باید با توجه به اون لایه آلفایی که داریم همون لایه آلفا بود که گفتم پی و اینها خب میتونیم در واقع یک سری از کارهای باحالی رو اینجا انجام بدیم نشونتون بدم من میام اینجا اون رو میذارم توی ویدیو اول باز از ابزار تایپ میام اینجا یه دونه تایپ میکنم مثلا امام علی باز ابزار موو اون رو بزرگتر میکنم میارم وسط خب این الان توی ترک دومه رو هم روی کیبورد میزنم که اسنپ فعال بشه که لایم دقیق و خوب جابجا جا بشه خب لایم رو فعال میکنم از این بخش مت اون رو میزنم روی مت شماره دوم و الان دیدید چی شد ویدیو ما افتاد توی این لایه الفای ما حالا لایه آلفایی که خدمت رو عرض کردم حتما حتما لازم نیست فیلم باشه حتی میتونه پی باشه مثلا شما یه دونه پی وارد بکنید خب که ترانسپرنت باشه و با استفاده از مثلا ترک مت کی شما مثلا بیاین روی همین ویدئویی که میخواین داخل اون لایتون بیفته رو این ترک مت کی رو روی اون فعال بکنید ترک متش رو انتخاب بکنید و به همین سادگی حالا مثلا ریورس هم بزنم این وسط دیگه تاریک میشه این وسط دیگه تاریک میشه حالا علت این تاریک شدنش هم در واقع اینه که حذف شده من مثلا اگه این رو بیارم این زیر و دوباره از بخش تنظیمات بیام مت اون رو بذارم مثلا روی مت شماره 3 الان این زیر برای من به این شکل در اومد و حذف شد رسما ویدئو تراکمت کیت یک افکت بسیار بسیار مهم و دوست داشتنی برای افکت تراکمت هست که خب توی پریمیر شما خیلی بیشتر اون رو باهاش آشنا میشید افکت بعدی افکت بعدی افکت بعدی اولترا کی هست هزم. برای حذف تخصصی کروما کی تخصصی ها معنای واقعی کلمه تخصصی ما قبلا در موردش ویدیو ضبط کردیم که روش حذف پریمیر روش حذف پرده سبز در افزار پریمیر و افتر افکت که برای یک مجموعه ویدئوی هست که حتما پیشنهاد میکنم اونم ببینید برای ساخت استدیوی کروماکی هست لینکش تو دیسکریپشن هست لینک خودمی همین ویدئو هم به صورت تخصصی هست حتما حتما برید این اولترا کیو آموزشش رو ببینید فوق العاده عالیه فوق العاده عالیه و این افکت یک چیز وحشتناک عالی و خوبی هست برای اینکه شما بتونید در واقع کار حذف کروماکی رو داشته باشید پس این هم از پوشه کی پوشه بعدی نیت ویدیو هست که شما نداریدش اما من دارم علتش یه بخاطر اینکه این پلاگین رو من نصب کردم شما مثلا سرچ کنید دانلود پلاگین نیت ویدیو برای چیه خلاصه مفید بهتون بگم برای بحث حذف نویز تصویره اینجا تنظیمات نداره اما ما باید روی این بخش ستاپ کلیک بکنیم تا تنظیماتش باز بشه پلاگین بسیار بسیار قدرتمندیه بسیار بسیار قدرتمند مثلا شما میان از این بخش رو انتخاب میکنید و بیلد پروفایل مثلا یوز اسمال ایریا روی گزینه اوکی مثلا کلیک بکنید مثلا نویز لول رو شما میتونید در واقع از این بخش تنظیم بکنید وقتی در روی گزینه اپلای بزنید مثلا کار نویزگیری رو, رو فیلمتون انجام میده خیلی پلاگین خوبیه خیلی پلاگین قدرتمندی برای بحث حذف نویز خیلی 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 زیاد قدرتمنده اما خب همونطور که عرض کردم این برای من جی پی نیست جی پی من اون رو ساپورت نمیکنه اینجا الان قرمز شده برای من چرا به خاطر اینکه جی پی من اون رو نمیخونه خاطر من دیلیتش میکنم نویز اند گرین با استفاده از ابزار نویز از که نویز بدیم روی تصویر دیگه مثلا حالا توضیح دادن خاصی نداره من روی 100 درصد ببینید نویز میتونم بدم از اون نویزی که حالا بر خود رنگ باشه نویزی که مثلا بر خود RGB باشه انواع اقسام نویز در صدا کلا مثلا کلیپ ریزالت ولیو شو میتونم فعال بکنم که حالا مثلا این نویز چقدر باشه با توجه به خود همین تصویرمون و با همین سادگی دیگه خلاصه میتونی نویز بدید البته وقتی بزنید برای پلشن دیگه نویز خیلی دیگه تو مخه خیلی دیگه تو مخه شما اگر خواستید مثلا افکت نویز روی ویدیوتون اعمال بکنید اگر شما در واقع بیاین و اینجا دونه مثلا با استفاده از فتوشاپ شما بیانید از این بخش نویز و اد نویز مثلا شما اینجا نویز درست بکنید خوب و اونم بزنید روی مونوکرومیک تا نویزتون سیاسفید بشه همین رو سیف بکنید بیارید توی پریمیر لایه بالا و مثلا بلند مود اون رو عوض بکنید این خیلی حرفه‌ای تره تا اینکه مثلا بخواید این نویز تو مخی ایجاد بکنید البته هرچند با توجه به کار خودتونه و خودتون این وسط صلاح کار خودتون رو میدونید اما خب عزیزان این ویدیو رو من در این بخش به پایان میرسونم خب و بعد از اون میریم سراغ ادامه پلاگین ها ادامه پلاگین ها پلاگین های خیلی خاصی نیست اصلش همین پلاگین هایی بالا بود و بالاخص 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 پلاگین هایی که برای بحث کالر کارکشن هست که انشالله در جلسات بعدی سایر پلاگین ها و بعد از اون مبحث ترانزیشن رو خدمتون توضیح میدم یه کوچولو این مباحث طولانی میشه عزیزان اما خب این وسط فقط و فقط تمرین شما رو میطلبه حتی اگر شما خواستید که این چند جلسه که برای بحث افکت های پریمیر هست رو خواستید اسکیپ بکنید مشکلی نداره به شرط اینکه فقط خودتون تمرین داشته باشید خودتون به همین افکت ها ور برید و کار بکنید و ببینید که چه تاثیر روی ویدیوتون میذارن خوشحال رو که در خدمت شما بودم ویدیوهای بعدی رو به هیچ وجه از دست و حتما حتما عزیزان تمرین داشته باشید شاید که موفق و معید باشید در پناه حق خدای رو نگهدار شما باشه